خانم آقایان، درود بر شما. خیلی مخلصم، امیدوارم که چی بگم، امیدوارم که خوب باشید. نمیشه، الان من باخبر شدم که یه خانواده پنج نفره ای در مشهد همه خودکشی کردن از روی فقر. پسرشون دو روز قبل خودکشی کرد. یک خانواده همه خودکشی کردن از فقر. من اونقدر که این فاجعه دردناک بود، من گیج شدم. یعنی من باور بکنید رای خودم رو گم کردم. من رفتم کامنت یک پیجی، این پست رو گذاشته بود، یه 3000 خورده ای کامنت اون زیر بود. رفتم خوندم، دیدم که چقدر ما بد شدیم. همه مردم نوشتن که آقا داشتی خودتو میکشتی، مثلا میخواستی 4 تا آخوندم بکشی، یا مثلا به خودت بم ببندی بری انتحاری بزنی، یا مثلا کار دیگه بکنی، داشتی که خودتو میکشتی، میخواستی بری تو نماز جمعه خودتو منفجر کنی و فلان. دوستان عزیز، اساسا من هم با خودکشی مخالفم. خودکشی یک چیزیه که ما حق داریم کم بیاریم، ما حق داریم گریه کنیم، ما حق داریم ناراحت بشیم، ما حق داریم زجه بزنیم، ما حق داریم شکایت کنیم، ولی ما حق نداریم ناامید بشیم، ناامیدی که به خودکشی منجر بشه. ببینید، من الان این کامنت ها رو دیدم، به این نتیجه رسیدم که بابا چقدر ما بیرحم شدیم. عزیز دل، آخه من تو که نمیتونیم در جایگاهی نیستیم اون خانواده بنده بدبخت رو چیز بکنیم، قضاوت بکنیم. اما چرا به خودمون اجازه میدیم به این راحتی قضاوت بکنیم؟ ما چرا به خودمون اجازه میدیم به این راحتی مورد هجمه وسیع قرار بدیم؟ چند نفر رو فوش داده بودن، خیلی ها فوش داده بودن. آقا شما کی هستید واقعا؟ من تعجب میکنم. آقا ما همه هموطنیم، ما حرف از اتحاد میزنیم، ما حرف از انسان دوستی میزنیم، ما حرف از وطن دوستی میزنیم. آقا ما از این قضیه ناراحت شدیم. آقا اظهار نظر نکن، این تقصیر خامنه ایه، تقصیر حکومت اسلامیه، تقصیر جمهوری اسلامیه. به جایگاهی مردم میرسونه که من واقعا بازم قلبم ناراحت شده. اصلا نمیدونم همین روزا چه برم بیمارستان، اصلا بستری بشم. یعنی واقعا حالم بده، واقعا حالم خیلی بده، اصلا حالم خیلی بده، خیلی بده. چرا اینقدر قضاوت میکنید؟ اون خانواده خودشو کشته، شما اومدی زیر اون یک پست رو پشت نوشتین؟ آخه من تعجب میکنم. عزیزان دل، هموطن عزیز، دوست گرامی که سر تا سر ایران هستی، فرق نمیکنه، یه ذره فکر کن، یه ذره تفکر کن. این جمهوری اسلامی ننگین صفاک کفتار صفت باعث شد تمام مردم به بنبست برسن. خانواده هایی هستن آرزوی 1 کیلو گوشت دارن، مرغ دارن، موز دارن، میوه نخوردن. مرد شرمنده خانوادهشه، زن شرمنده بچه‌هاشه، بچه‌ها شرمنده پدر مادرشونن. چطور به همین راحتی شما قضاوت میکنید هم دیگر رو؟ من تعجب میکنم. ما بنا بود 3 تا زندانی رو آزاد بکنیم که یکیشو آزاد کردیم، 2 تا دیگه هم آزاد داریم میکنیم. حالا اگه شد نمیدونم، شاید معرفی کردیم تو ما، تو لایو ما، یا شاید نه، من نمیدونم، اصلا نمیدونم. اینو میخوام بگم، اون زندانی رو که ما آزاد کردیم، شما باورتون نمیشه، خانوادش پول نون نداره، پول نون. آقا یه دونه نون، آقا تو باور میکنی؟ آقا تو چی؟ آقا شما چی یارویی هستین که میرین قضاوت میکنین، فوش میدین، میگین که آقا خودکشی میخواستی بکنی، میخواستی خود. آقا من خودکشی اصلا کار خیلی بدیه، تکرار میکنم، ما حق داریم کم بیاریم، ما حق داریم، ما حق داریم کم بیاریم، ما حق داریم گریه کنیم، داد بزنیم، ناله بزنیم، ما حق داریم اصلا، ولی حق نداریم ناامید بشیم. خودکشی نباید کرد. خودکشی یعنی چی؟ خودکشی دشمن شاد میشه، دشمن شاد میشه، دشمن ما که همانا جمهوری اسلامی شاد میشه. من مخالف 100% که هیچی، اصلا خیلی کار بسیار ناشایسته، خیلی بدیه، ولی ما نمیتونیم دیگران رو قضاوت بکنیم. یارو به این جایی رسیده که مغز دیگه فتوا نمیده. شرمنده شدی، شرمنده خدا نکنه بشی، شرمندگی چیز بدیه. اینقدر هم دیگر رو قضاوت نکنیم، دست هم دیگر رو بگیریم.
یه ذره با هم مهربون باشیم. دم شما گرم.